آقای ساعتی دست شما درد نکنه، از شما توقع نداشتیم. خوبه خوبه با کلمات بازی نکن، من پولمو میخوام. آقا جان بیاین بریم کلانتری، همه چیز مشخص میشه، وقت ما رو نگیرید دیگه. سرکار شما جوانی، من میدونم، درک میکنم، من پول ایشون رو میدم. میدی؟ بذار بده، دستو درد نکنه. بده. آقا طلب شما چقدره؟ تو نمیدونی. من الان استرس دارم با این شرایط، چه میدونم؟ معلومه دو سال دستمزد یه نفر ندی، یادت میره بابا. یه تومنه. یه تومنه. آ نه، منظورش اینه که یه تومن واسه شما پول کمیه دیگه، پول خورده است. اگه یه تومن واسه ایشون پول خورده است، خب ایشون بیاد پول ایشونو بده بره دیگه. هی قربون دهن سرکار. صبر کن آقا، حلش میکنم. چک قبول میکنی؟ چک تو رو نه، یه دفعه چک به من دادی برای حفوشم بس. بابا چک خانومم باش هندونه میبره. تو چک داری؟ تو خانوم داری؟ اصلا به تو دسته چک میده؟ بده، بذار بده. چک هر کی رو قبول کنم غیر از تو. ببین این چکو میام میندازم جلوت، مثل سنجاب مال دنیا رو داری جمع میکنی. شانسم نداره این چکا رو جا گذاشتم تو دفتر. فردا بیا تو دفتر. ببخشید رو پیشونی من چیزی نوشته؟ سیاه شده. صحبت بی خیال شده که خواهش میکنم. آقا من این حرف عالی نیست، من پولمو میخوام. تکرار کن آقا، پول. آقای ساعتی چرا بدقلقی میکنی؟ شما یه خورده صبر کن، من تا آخر امشب پول شما رو میدم. از کجا؟ اگه میخوای بدی همین الان بده. آقای ساعتی شما صدا بردار محترمی هستی، از مفاخر سینمای ایران هستی. من قراره برم یه برنامه تلویزیونی، اونجا قراره یه سکه به من بدن، اونو که من دادن من میدم به شما. از کجا معلومه بدن؟ اینا کی به قولشون عمل کردن؟ سکه کجا بود برادر من؟ من نمیتونم تا آخر برنامه صبر کنم آیا سکه بدن یا ندن. سرکار بریم کلانتری، یه تایی کننده هم هست که باید اونم بگیریم. حکم جلبه همه تایی کننده رو گرفتی؟ آره گرفتم، چه جورم گرفتم. آقا صبر کن، صبر کن. سر یه تومن در خود بیا بفرما. آقا این صد تومنو بگیر. آقا اینو بگیر، ما برادریمون ثابت بشه. اینو بگیر. بده من بهش بدم. آقا اینو بگیر، بگیرش. بریم کلانتری، اگه بقیهشو نداد ولش نکن. خوبه؟ باشه، میریم کلانتری. زمانی که سکر آورد شما آزادید. حداقل این دستبندو باز کن دیگه. قانون واسه همه است. دستبندو نمیشه. برام. لب نداره. تا شب سر کن. میارمت بیرون. بانوادی بزن بده. بانو. الو برام جان سلام، من زنگ زدم فقط حالتو بپرسم. برام جان این حرفی که داری میزنی واقعا خیلی زشته. الو بهرام عزیزم، یه روزی میرسه به همه این چیز واقعا میخندی. الو برام، الو الو کامینا آجرا اومده؟ سیمانا چی؟ خب بهشون بگو خالی کنم، من دارم میام دیگه. من سر برنامه هم نمیتونم صحبت کنم الان. اتاق رنگ شوشن نمیتونم سر برنامه. خداحافظ. خب برام این کته چیه پوشیده؟ اونی که تو اداره دیدم که بهتر بود که. نه این کته دامادیمه. خانومم گفت اینو بپوش که تو تلویزیون با این کته ببینم. آخه خانومت بهت نگفت شکمتو با خودت نبر. آقا من به این سکه عجیب نیاز دارم. صحبتو که دیدی مدیر تولیدم الان توی بازداشتگاست، من باید این یه سکه رو بگیرم بتونم برم اونو آزاد بکنم. باشه تو سعی کن برندشی، من برات سکه میگیرم. برندشم؟ چیو برندشم؟ بابا تو مگه برنامه رو ندیدی؟ چرا؟ خب یه نفر میاد مهمون برنامه میشه جلو تو ازش سوال میپرسی، اونم جواب میده دیگه. خب آره، ولی ما یه بخش عملی هم بهش اضافه کردیم، فقط اون نیست که. عملی چیه دیگه؟ ببین نگاه کن، یه میله است، تو بعد از رو میله ها اینجوری رد شی، اون پایین استخر تمساح است، اینجوری آتیش هم داره. خب من زن و بچه دارم آقا. عزیزم نترس، میو با ترسیدی برام. شوخی کرده؟ نه بابا شوخی نکردم، شوخیه دیگه. پناه تمساح بیا تو رو میخور. من بعید میدونم اینا سکه بدن. میدن آقا میدن، جوجه رو آخر پاییز میکنن. انقدر عجله نکن آقا ساعتی. بابا چقدر آگهی پخش میکنن. بابا خسته شدیم ما. بس کی شروع میشه؟ جان سروان اینو بندازید بازداشتگاه. شما این کلمه بازداشتگاه رو تازه یاد گرفتی؟ اگه بازداشتگاه خجالت بکش.
من 25 سال مدیر توریدم. الان جان بعد اینجا باشه. اصلا جناب سرمان همه صدایی که روی فیلم ما گذاشته اشتباه است. بهرام پول زیادی به شما داد. ببخشید من معذرت میخوام. چه جایی هستیم ما؟ به کجا داریم میریم ما؟ جناب سرمان این چیه به نظر شما؟ انگشت اشاره. ببخشید من بر شما احترام قائلم اما این محیط سینماست. همه همدیگه رو میبینن. آقا ساعتی الان نشد بالاخره تو یه ساعتی ما همدیگه رو میبینیم. صداهای شما ایراد داشت، وجدان داشته باش. آقا وجدان داشته باش. ما داریم بازیگر میبینیم تو فیلم داره راه میره جناب سرمان. صدا مرغ گذاشته روش. قد خب به ما میخنده. چرا کارتو درست انجام نمیدی؟ اون پولی هم که بهت دادیم اثرت زیاد بود. ببخشید شما کی به من پول دادی؟ من تا حالا 5 تا جایزه گرفتم. بله. بهترین صدا بردارم بودم. بله بله. جناب سرمان اینو بندازید بازداشتگاه. باز میگه بازداشتگاه. مگه قرار نشد تا آخر برنامه صبر کنی؟ حداقل رو حرف خودت باش. بله. جناب سرمان ببخشید معذرت میخوام. من همین الان یه مسئله برام به وجود اومد. قلندری. بله قربان. دستشویی. جناب سرمان به جون مادر میخواد فرار کنه. نذارید برا. خیلی حرف بزنی بازداشت یا؟ مگه ما اینجا چه کاره ایم؟ بله. ببخشید باید دست بفرمایید. بریم آقا. شروع شد. خب بینندگان جان بهرام که همه اون تلویزیون میگرفت دیدی که چگونه تلویزیون بهرام گرفت با جناب آقای گردآوری در قسمت اولی برنامه الان شب اینجا مهمونی میبره آقا میبره پویا پویا جان مامان عزیزم بزن اون بر الان بابات میره رو آنته خطا بله داور بشه نازی خطا میگیره کجا خطا بود چه برای چی خطا گرفت به خاطر فحاشی کجا فوش داد آقا فوش داد دیگه اونجا معلوم هستم من اصلا به این نحوه داوری اعتراض دارم به نشانه اعتراض این بازی ترک میکنم بار همین کارو میکنیم خب خانم ها آقایان به قسمت پر از هیجان پر از استراق پر از دلهوره برنامه رسیدیم و جناب آقای گردآوری قرار از این تناب بره بالا برای اینکه وارد مرحله بعدی مسابقه ما بشی. آقای گردآوری آماده هستید؟ بله. نمیخوای این کت زیباتو در بیاری؟ بله. بله، و کتشونو در میارم. شما اصلا نگران نباشید. شما هم نگران نباشید. تشکشی‌های ما اونجا که حامی مالی برنامه برای ما تهیه دیده اونجا هست و ایشون هیچ اتفاقی براش نمیفته. بله. فقط اگه عینک تو در نیاری ممکنه خولای عینک بره تو چشه. عینکشون هم در میارن و این کتشون که به اون سمت میره ولی عینکش میره توی جیب من. چی؟ بذار آماده شه دیگه دست نکن اون تو واسه خودم نمیخوام نه که واسه معلوس میخوام معلوس دیگه کیه بابا همین همستر خانم رجبی دیگه تو هم این کارا ما همستر از این سنجاب کوچولو بامزه است دیگه نه سوی زیاد شبیه سنجاب نیست بیشتر شبیه موشه موشه شبیه اصلا یه جور موشه دیگه همستر شده بهناز چی شده بابا اینا الان که شلوغش میکنن خشی این همسر خانم رجبی خونه شون همینجا دو کوچه بالاتر از خونه داداشیناست طفلک دست تنها سنی ازش گذشته از من خواهش کردم همسرشو براش بیارم گفتم باشه رفتم در خونه نبود پیامک زدم میاد خودش میبره کلا تو عاشق این چکشونه برای بعدش هم بهت گفتم عزیز من تو خونه من نیار بذارش بیرون دم در خب بعد از این تناب بری بالا و اون زنگ رو اون بالا رو نگاه کن اون زنگ رو به صدا در بیاری آماده ای بله خب برو بالا تو میتونی گردآوری میتونی به سکه فکر کن او داره به سکه فکر میکنه و همینجوری داره میره بالا برو بالا گردآوری داره میره بالا زنگو بزن میتونی تو سقوط جزی از زندگی منم تو زندگی متاسفانه سه بار سقوط کردم و فکر میکنم که موفق میشه وقتی نوزاد دیگر بابا زد دا منم گردآوری بله بار دوم در دوران خدمت سربازی بعدی گردآوری من قربان تو مایه ننگ این گروهانی یه فرصت دیگه بهت میدم اگه تونستی این مانع رو رد کنی که میفرستمت شهرستان خودت خدمت کنی وگر نمیفرستمت هنگ مرزی افغانستان تا با قاچاقچی ها به جنگی برو پسر بگوون من در سخت ترین شرایط خدمت میکردم برای همین عزم خودم رو جذب کردم تا مانع رو رد کنم تهران کجا
آهنگ مرزی کجا؟ یاد بابام افتادم، قیافه بابام جلوی چشم اومد، اون همیشه به من روحیه میداد. الو بابا سلام. نه بابا من بهنال نیستم که، من بهرام هم پسره. الو گوتاش بهرام گوش من چیکار بابا؟ اینجا خیلی همه چی داره سخت میگذره، دارم سختی میگذرم. بابا وقت سر بزنم بیشتو هر باشم الو الو بابا الو خاک بر سرت. و بار سومم اون داره میره بالا. برو بالا تو میتونی، زنگو بزن. متاسفانه نتونست از این مرحله درست رد بشه، اما نگران نباشی، برای اینکه دوشکچه های ما حامی مالی برنامه مراقب او بودن، او هیچ اتفاقی براش نیفتاد. بلند شو دیگه، بلند شو، چیکار کردی تو؟ بیا میگیرن منم الان نصف صورت هم این نرمه جدید لم شده رسن هم تکفونش بدم پشتم گرفت. آیا نکنه بای 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 چی بردش که بودی؟ بیا اینا برم بایا پای تو بذاری تاش پس کنه هنه بود چه کنه ما. بله بله نمیارم آفری میشینه میشینه همونجا نشم ناهی دیگه نیاره چیزی نیست عزیزم، چیزی نیست بخور بخور چیزی نیست که رسیدیم به قسمت مهم برنامه، پر از هیجان، پر از حرارت، پر از شادابی. این قسمت اسمش هست عبور از حلقه آتش. اما اصلا نگران نباشید، برای اینکه سیرک مالی مسابقه ما این تو چه زحمتی کشید هر کار، هیچ اتفاقی برای شرکت کننده ما نیفته. قشنگ داره ما رو نگاه میکنه. آره راستی چیکار کنم من؟ جواب خانم رجبی رو چی بدم؟ بدبخت شدم. آخ آخ اگه تو بدبخت شدی من خاک بر سرم شد. خاک یعنی این بچه نمیتونه حتی یه موش نگه داره؟ آخه نه این بره تو جامعه نمیگن که ننش چی یادش داده فرستادش تو جامعه؟ آخه من بدبخت خاک دوستر یعنی یه ذره آرزو ندارم که بچه‌م درس بخونه، موفق باشه، ازدواج کنه، نوه دار بشم، نوه‌مو نگه دارم. یعنی این همه آرزو بعد بره زیر گل. اون وقت این آقا از صبح که بلند میشه فقط اون موبایل دستش باشه. همین ناهید بس دیگه، الان تو کتاب هم اینجوری حرف نمیزنی. اولا باشین یه عکس بگیرم. ببخشید منظورم خام، غیر از توشک فکر نمی کنید برای این بچ باید چند تا کپسول آتیش خاموش کن حامی برنامه می بودن؟ شما بهتره که بدنت آماده کنی و شکمت آب کنی. خب آماده هستی؟ به سکه فکر کن، باید بتونی بپری از اینجا. آماده ای؟ بله. خب و اما من میرم و با این فندک اینجا را آتش میزنم. باید آماده باشی. شما آماده ای؟ خب باید بپری. میترسی؟ نترس نترس نترس. تو الان من چه خاکی به سرم بریزم بابا؟ من جواب خانم رجبی رو چی بدم؟ الان میرم یه سیخی میخی چیزی میارم. وایسا آقا سیخو میخ چی؟ اصلا دیگه زنده نمونده الان. آبرو نگاه کن. نه بابا اونا صداش داره میاد تفلی. آقا من فهمیدم من فهمیدم. شما برو جارو برقی تو بردار بیار، این لولهشو میکنیم این تو روشن میکنیم دور تو با ساکشنش میکنه، بعد تازه لاغرم میشه زنده هم میمونه. خوشی میشه از اون استفاده که جاروبرده باید بلزی دور زنی بزنی از این شرکت مبارزه با حیوانات موزی، خودشون میان اینجا میدونن باش چیکار کنن. تنها راهش همینه. سونی آخه همه سر که موزی نیست که. نه بابا خودت گفتی یه نوع موشه، موشم موزیه دیگه. چه حرفی میزنی بابا؟ موش، موش خورما، همه سر، سنجاب، اینا همه چیز خانواده جوندگانن. حالا موشای شهری که خیلی هم زیاد شدن اونجدا باید ساماندهی بشن، بیچارا بی سرپناهن. به نظر من هر حیوانی به جای خودش باید بهش احترام بذاریم. بهنا جون ببخشید ولی به نظر من هر حیوانی که ناقل بیماری موزیه باید هم کشته بشه. همین. سوی جان چه حرفی میزنی؟ ببخشید خب آدما هم یه مقاطعی هست که ناقل بیماری میشن، موزی هم باید بکشیمشون. الا الا سوی جان چیزایی حالا اسمسنا هست. حالا ولش کنید. آبا حالا ولش کنید. آبا بکرم اصلا نترسی، بلکه به سکه فکر کن. تو میتونی تو میتونی. خب سه دو
یک برو میتونی پایینش بگیره؟ نه 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 برو تو میتونی. سه دو سه عالی پرید عالی پرید. ولی باید ببینیم که هیئت محترم داوران چه امتیازی به ایشون میده. به قسمت بعدی مسابقه میریم، با ما باشید در این مسابقه. نور چاقوشو بده دیگه. بده دیگه. سیخ بیا. عمه پویا عباشه گردنش باید بگیری. عباسم هست عباسم هست موازمش باش. آها یواش 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 آروم نمیشه. ای بابا نمیشه. آقا زنگ میزنه یه مغنی چیزی بلند شه بره این چهارو بشکافه درش بیاره بیرون. خشی مغنی پس زنگ میزنیم ستاد بحران. عزیزم مگه بحران پیش اومده زنگ بزنیم ستاد بحران؟ بله آخه خسرو بحران از این بزرگتر. خب عزیز من ستاد بحران که واسه این کارا نمیاد که، برای این کار باید زنگ بزنیم به آتش نشانی. خوبه ناهید آتش نشانی برای چی زنگ میزنیم؟ به همون شرکتی که من گفتم، یعنی موشه رو ور میدارم میندازنش رو خیال همه راحت شه. شما گربه دارم این موش نیست، این همستره همستر. ای بابا ای بای خانم رجبی رجبی زنگ هیچ نگیره هیچ. الو سلام خانم رجبی، حالتون چطوره؟ نه بابا چه زحمتی. نه نه شما زحمت نکشین، من خودم میارم. نه نه چیزی نیست که. آه خب پس شما کوچه اسم کوچه چی بود؟ یاوری. کوچه یاوری شهرک رو میدونین که به بلوک 12. میبینم اتون. داره میاد. نه باید جواب میدادین دیگه. آقا ولش کن، من یه پیشنهاد اوکازیون دارم. من میگم بریم همه رعابا رو ببندیم، فوتامونو یه کاسه بکنیم، از یه رعاب فوت بکنیم، از ور بزنه بالا. و اما قسمت پایانی مسابقه ما این بشکه آب، و ایشون به عنوان شرکت کننده باید کلشو در این بشکه آب فرو کنه و 2 دقیقه باید بتونه دوام بیاره. 2 دقیقه خیلی زیاد نیست، به خاطر ایشون شکم گنده‌ای داره و این شکم میتونه اکسیژن زیادی رو آماده هستی؟ بله. به سکه فکر کن، به پول فکر کن، بله. به جایزه فکر کن. خب خانم ها آقایان ما هم آماده ایم. 2 دقیقه باید کلتو اینجا نگه داری. 2 دقیقه. بله 2 دقیقه خیلی ساده است و من یک کرنومت دارم که باش اندازه گیری میکنم. وابستش بود خودم ای باش وای چیکار کنم؟ رجبی آقا اصلا جواب نده، اگرم جواب داده بگو مرده. راست شو. نه 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 اول آرومش کن، بگو فشارش افتاده، حالش به هم خورده. راستش اول آرومش کن بعدم بگو. راستش بگو. آیا خیلی وابسته اسمش میمیره اگه راستش بگم. خب بعد هم میاد مگه آدم بگه موش وابسته میشه، اصلا چندش هم میشه. ببخشین آقا سایی جون، بعضی وقتا آدم ها به همین موش وابسته میشن. خود همین خانم رجبی 2 تا پسر داره. یه دونه آره یه دونه شون پزشکی تو مناطق محروم کار میکنه، یه دونه شون رو این کشاورزی بمونه. ولی الان کجا؟ زنی بیچاره تک و تنها. آروم باش عزیزم عزیزم. خاک بر سرت که این پیرزن از من موفق تره. تو چه بچه‌ای هستی؟ اون چه بچه‌ای؟ چی پیرزن کجا بود؟ خانم من طرف فقط 39 سالشه. 39 سالشه. خانم رجبی رو میگه. آها اون پیرزن رو داره میگه. خب بعدش هم مادر من به من چرتی داره، هر کی تخصصی داره. بخش تخصص شما دقیقاً چیه؟ بله من توی کلش لیدرم که خیلی از آدما رو باید مدیریت کنم، دکتر، مهندس، پزشک، خیلی ها. خراب شه اون کلش اون همه چیز. من میرم زنگ میزنم همه چی خودم بشم. راستش رو بگو راستش رو بگو. مرده دیگه هم بستر مرده دیگه بابا جانم. آماده ای؟ خب بعد من آمادم. آماده ای؟ 3 2 1 برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. متاسفم، متاسفانه ایشون نتونست برنده مسابقه ما باشه. خیلی خیلی زمان داشتی که بتونی یه سکه ببری. نه برنده نشدی، ولی شما بیننده عزیز نگران نباشید، شما میتونید برنده مسابقه ما باشید، نه مثل ایشون. شما باید بیشتر رو خودتون کار کنید، باید بیشتر تمرین کنید. خب اشکالی نداره، دستشون میاریم بالا و با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظی کن با بیننده ها اونجا هستن. خداحافظ بخند. خداحافظ خداحافظ. بفرمایید بفرمایید. حوله اونجا آماده هست. بفرمایید بفرمایید. آی خاله، نمان شد.
تموم شد که حالا چی کار کنیم؟ چی بهش بگیم؟ بگیم برق رفت. طبیعت چه بیاد هم نمیگه که به باباش به من مده چی شد؟ چیه؟ آره گفتم بهش، گفتم داره اه خودشه، من در رو باز بکنم، من رفتم. برو این بوی چی میاد؟ خوش خاک بر سم، سه روزه برای این غذا دارم سلامت میکشم. ای بابا دلمون صابون زده بودیم. سکه که از دستم پری، اگه بیفتیم زندان چی؟ اره کوچیکه یه دونه از عاشق قیمه قرمه است. آفرین اما حفظ شدم. ادامه بده آقا بفرمایین چاییتون. دکی این چیه برای چه بودی کم رنگه؟ ببخشید جسارت نباشه ولی چای پررنگ برای قلبتون ضرر داره. مگه تو دکتری؟ بجام برمیداری لباسه منم تک تک میشوری آویزون میکنی کار دارم بعد از ظهر. یه قیمه بار میذاری میخوام پیاز همچی بزنم بهتره کنم با بچه ها بخوری. رو چشم آقا ببین سیب زمینی هم واسه مثلا آقا چیه؟ چرا اونجوری نگاه کردی؟ آقا چشم چپه بودو اینک هم داری چپ هم نی بودو با این نست بودو زود برگردی. آفرین تو هم ادامه بده. در بست حالا خانم رجبی من بهتر بود از همون اول به خود شما زنگ میزدم همه چیزو میگفتم، ببخشید. ما واقعا خیلی شرمندتون خانم رجبی، ببخشید. این عادتشه، بازیگوشه، الان با این بند میارمش بیرون. ملوسی ملوس اصلاً باورم نمیشد زنده مونده باشی. یه سکه داری به من بدی؟ زود بهت پس میدم. برنامه دیدی؟ آره چهار تا روب چی نمیتونی بدی؟ دو تا روب. یه روب سکه خواستم از تو. پول نقد چی؟ پول نقدم نداری بدی؟ باش خدافظ. آقا نشد. یعنی چی؟ دیدی گفتم سر کاری. بابا بهرام این کارو با من نکن. صحبت چته؟ الان پشت میلای زندانی، حبس ابدی. یه ذره زمان بده. یعنی چی؟ این وسط من چیکار کنم؟ آقا صداتو بیار پایین. شما هم یه خورده صبر کن. چش. بابا چقدر صبر کنم؟ عجب گیری کردیم. آید دادی بده بابا پول منو بده میخوام برم دیگه. اجازه میدی من یه زنگ دیگه بزنم؟ بزن ولی در صورت تکلیفو سریع روشن کنی. نه یه نفر اینجور موارد هست ما به اون زنگ میزنیم. بگو ما کجای بلا. در دسترس نیست. دیدی گفتم سر کاری. جان سربان اینو بندازید بازداشتگاه. بابا باز میگه بازداشتگاه. آقا اصلا منو بندازیم تو بازداشتگاه. این دستای من دستمن بزنیم بندازیم بازداشتگاه. با صداتو بیار پایین. چش من از بازداشتگاه میترسونی؟ آقا جون من ندارم. میفهمید؟ بیا این جیبای منو بگرد. تو جیبم پشه پشتک میزنه رو هوا پل میزنه. این چی بود؟ اینو که انداخت تو جیب من؟ این مال من نیستا؟ آقا خندیدیم خیلی جالب بود. شما از بچه که خیلی بامزه بودی آقا برام. از بچه که اینقدر لوس اینقدر بی نمک. آقا الان وقت شوخی کردنه. آخه این جایگاه برای شوخی کردنه. آخه ایشون فرد شوخی کردنه. آخه من برای شوخی کردنم. زودتر میدادی جام سروان. من از شکایتم گذشت کردم. من اصلا نمیدونم این سکه از کجا اومد. شد آقا مال شاید تو کد دامادیم بود از زمان دامادیم. ها آقا شما میامزنید؟ بله. کجا؟ بله امضای من که لازم نیست. نه سلام بهرام. سلام بهرام جان. چی شده؟ از میدون جنگ اومدی؟ اتفاقی افتاده؟ درگیر شدی با کسی؟ بهرام جان نکنه با این طلبکاره درگیر شدی؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ یعنی برنامه رو ندیدین دیگه؟ نه ما من باید برای توضیح بدم بهرام. همه چی رو برای توضیح میدم. پس یعنی ندیدین دیگه؟ نه یعنی مو به مو برای توضیح میدم که چه اتفاقی افتاده. یعنی واقعا ندیدین؟ نه بهرام ببین عزیزم حداقل تو این 24 ساعت 3-4 بار نشونش میده. خب ما میبینیمش دیگه. اتفاقی که نیفتاده تکرارشو میبینیم.
خون سرد باشه. تو یکی که دیگه حرف نزن، باهات کار دارم، فهمیدی؟ ای بهرام، من میتونم کاملا برات توضیح بدم. از من انتظار داشت خواست من برنامه‌ش رو ببینم. که داره با اون بد رفت داری. آقا این کار زشته، نکنید فالگوش بایستدن بده. تو چه؟ ببین چقدر بهرام به هم ریخته بچم. حالا اتفاقی نیفتاده دیگه آقا، بهرام اینقدر به هم ریخته. نه آقا از بچه که دو داشت حساس بود. عزیزم بیایید بریم به زندگی بمون برسیم. آقا این کار چی داریم بکنیم؟ حساس بود. حساس بود. حساس بود. حساس چی داره میگه؟ چه خبر هست اینجا؟ من پویا حالش بد شده بود، بعد رفت دستشویی، من نگرانش شدم و بعدم پویا جان، اما پویا پویا این پویا بود؟ نه دستشویه. پویا جان، پویا همون جان، حال تو کجا؟ برم دستشویی. اینجا همومه، باور کن همشون اینجا بودن. اینم سندش، من بهشون گفتم این کار زشته ولی خب گوش نکردن، همشون اینجا پایستده. خشایار جان نفروش، میگم اینا هم بودن. خب من اینجا رو نمیگم. کجا رو میگم؟ اونجا رو میگم. کجا؟ میدون شهرک، صدا بردار، نفروش، فامیل، مفت. من از خواهی میکنم، بذار ببوسم. من دوستت دارم، نکنیم کار. من دوستت دارم، باور کن، جدی میگم. این چیه؟ دمپایی. اینو میگم. این دستمال گردن. پس چه دستته؟ گرمم بود، گرفتم دستم. لاتی؟ نه نه مثلا نه. باش نه عرق بود. نه من دستم گردنم. بیا خوبه؟ بیا ما داریم میاییم. پایش هفت متر تناب بودا. هفت متر یعنی یه ساختمون سه طبقه. گفتم از اون بالا من بیفتم میمیرم. اگهش میمردی بابا اگه میمردی که طلبکار دست سرش برمی داشتن دیگه. بعد میومدن از ناهید میخواستم بگیرم. اون منو بدبخت میگرفتم. از تو برش اخم مرد این خانواده من میشدم. یه مداد به نام تو آقای راشدی الله چرت کنه. بیا ببینیم. آره خودشه حلقه آتش. الهی من خوربونت برم. آتیش شد. آتیش شد. بله.